منتقل شده به بازار کریپتو و روی به صورت خاص بیت کوین که به طلای دیجیتال ازش یاد میکنن و میگن اگه 1% منابع بچهای آدم میگن بچه آدمایی که تو حوزه طلا دارن کار میکنن منتقل بشه به بازار کریپتو، 1,000,000 دلار خیلی سریعتر از 2028 خواهد دید. الله اعلم. شاخص های احساسی، ببینید ما من اینا یه ذره میرم جلو، خیلی بحث قشنگی داره، نمیخوایم سر داستان این موضوع رو ببرم توی این، اما احتیاجی که خود شما هم زحمت بکشیم کمک بکنید با یه چیز بیشتری بیاین، آمادگی بیشتری سر کلاس. ببینید سنتیمنت فاکتورها فاکتورهایی هستند که کمک میکنن من از نظر احساسی بیام وضعیت بیت کوین رو و سایر بازارهای مالی رو، نه تنها بیت کوین رو، بررسی کنم. یکی از شاخصها شاخص فاکتور، تبدیل فاکتور کمی به کیفیه که بهش به عنوان تحلیل محتوا اشاره میکنن و خدمتتون عارضم که بحث بعدی مالی رفتاری بیهیویر فایننس و موضوع جذاب ستاره بینی که جناب آقای حاجیان یه لینکی فرستادن، اگر زحمت بکشین این رو حالا اینجا یادش کنین تو گروه تلگرام بذارین، برای منم شخصی بفرستین که من روی تلگرام حتما ممنون میشم. ببینید داستان تحلیل محتوا، اوسینت باهاش آشنایین؟ با اوسینت آشنا هستین؟ اوسینت یعنی Open Source Intelligence. من این تبلیغ این اسخای میکنم، انگلیسیشو میذارم اینجا اما توضیح میدم چیه. ببینید اوسینت اوپن سورس اینتلیجنس به ما کمک میکنه که بیایم در بازار تو اخبار خیلی استفاده میشه، یعنی بچه‌هایی که روابط عمومی علوم اجتماعی میخونن و روابط بین الملل میخونن اصلا یه تکنیک گردن کلفته، شاید برای شما اتفاق افتاده باشه که یه عکسی رو میفرستن میگن مثلا نگاه کن چه میدونم 50 سال پیش مثلا این توی یه همچین مثلا یه همچین فضایی بوده، یا از یه کشور دیگه ایده، یا در مورد مثلا خبرهای فیک که میسازن بزنن همدیگه رو، مثلا چه میدونم یه تصویر دلخراشی از یک اتفاقی برای شما میاد و خیلی سریع آدم اگریسیو بهش عکس العمل نشون میده که ای فلان فلان شده، ببین مثلا چیکار داره میکنه، بچه رو داره میزنه این، بعد که میای نگاه میکنی اوسینتش میکنی میبینی این تیکه یه فیلمی بوده. درسته کانسپت بدیه، کودک آزاریه، اما تو اون فیلمه داره از این استفاده میکنه یه پیام خیلی خوب رو به جامعه برسونه. حالا این اخبار فیک رو شما باید در نظر داشته باشین که میتونه دخل سرمایه گذار رو بیاره. خیلی قوی رسانه های، حتی این رسانه هایی که الان تو ایران داره به هر حال ید طولایی دارن، از این تکنیک دارن استفاده میکنن. حالا من میخوام بگم این اوسینت رو داشته باشین، سده 17 میلادی کلیسا به خاطر جلوگیری از نشر تفکر ضد کلیسا و ضد دین و خب چیزایی که مربوط به خودشون بوده، میاد از تحلیل محتوا استفاده میکنه. خیلی چیز عجیبیه. میاد میگه که تحلیل محتوا فقط شامل متن، دست نویس و نوشته نیست، بلکه شامل عکس، فیلم، نقاشی، محاوره و دیالوگی که تو تئاتر دارن رد و بدل میشه استفاده میکنن. و سده 17 میلادی ببین چه فهم و شعور و درایتی وجود داشته که میومدن اینها رو بررسی میکردن و بر اساسش تصمیم گیری میکردن. یه مقاله من میگشتم، یه دمشگر این آقای قائدی، و این قائدی اون قائدی استقلال نیست، و آقای گلشنی یه مقاله خوب در خصوص روش های و مدل های روانشناختی سال بهار 95 یه مجله‌ای به چاپ رسوندم. من این لینکش رو میذارم اینجا. جناب یوسفی عزیز مطابق معمول زحمتش رو میکشین که اینم بذارید. این مقاله رو وقتی شما داری میخونی میه بهش اشاره میکنه، میگه که اومدن از این تکنیک ها استفاده کردن و توضیح میده که چه مسیری رو بردن. یه پیشینه تحقیق توی این مقاله میده. من پیشنهاد میکنم این مقاله مثلا 28 صفحه است، یه بار روزنامه‌ای بهش نگاه کن، یه بار در این چیزا بود دیگه، کل این همه زمان گذاشتیم درسای خوندیم که یه دونش به دردمون نمیخوره الان، به دردمون نمیخوره الان دیگه، زبون منم نمیچرخه، یه ساعت کمتر وقت بزنیم 26 صفحه رو بخونیم. و
و اهمیت پیشینه تحقیق رو میگه، روش ها و اهداف تحلیل محتوا رو توضیح میده که با چه روش ها توصیف محتوا آزمون فرضی است، مقایسه محتوای رسانه با جهان با واقعیت که همون اوسینته تو دل این هست، ارزیابی تصویر گروه های خاصه در جامعه هدف مورد نظر اون، انجام استنتاج درباره آثار رسانه ها. و این جریان میاد حتی مثلا تو امریکا تو دوره‌ای که روزنامه ها خیلی تاثیر این داستان اینترنت هنوز نیومده بود، این روزنامه خیلی قوی عمل میکردن، خط فکری ایجاد میکردن، اونجا استفاده میشه. و بعد که یه مقدار این جذاب میشه، حالا تو حوزه اینترنت دیگه خیلی دست بازتر میشه، این سریعتر گردش اطلاعات وجود داره. زمانی که کامپیوتر حالا قبلتر از این میاد و اون سرورهای قوی شروع میکنن مدل کردن اینا بر اساس دانشی که داشتن، یه مدل تهیه میکنن و شروع میکنن اینا رو مدل سازی کردن. بعد از کاربردهای مختلفی هم داره دیگه، میدونید که مثلا تو خود مثلا تو حوزه پژوهشگری دیگه خیلی وارد جزئیاتش نشن، یه جایی شدن واقعا احساس میکنه که بعد خودش به این عقیده برسه که این به درد میخوره تو اون حوزه. مقاله رو بخونید و اینکه از کامپیوتر استفاده میکنه که این محتوا رو تحلیل کنه و تحلیلش، من اینو دیگه لینک رو برای شما گذاشتم اینجا، این تحلیل چه کمکی کرد؟ کمک کرد که سرمایه گذار بیاد از این استفاده کنه، ببینه جامعه داره به چی نگاه میکنه. یه قاعده اقتصادی داریم که بارها هم صحبت کردیم، اگر جامعه امروز به نقطه‌ای برسه که قیمت رب گوجه فرنگی در روز دیگه گرون میشه، همین امروز گرون میشه و نایاب میشه، اتفاقی که طی این چند وقت اخیر به مراتب افتاد، خیلی دردناک بود، خیلی دردناک بود که شما اخبارهای مختلف، اصلا امروز دیدم یه خبری رو که گفته بودن آقا مثلا واکسن رو در فلان تاریخ به شرط فلان میدیم، این اوسینتیه دیگه. ولی انقدر این رسانه مثلا شبکه‌های اجتماعی وحشتناک دارن بمباران اطلاعاتی میکنن و جریان آزاد اطلاعات داره، خب به هر حال ما رو به این نقطه میرسونه که خودم چیزهای درسته غلطه، همین فوروارد کردنش، من خودم مسئولم نسبت به چیزی که برای شما به عنوان دوست دارم فوروارد میکنم. یه بار برگردیم خودمون نگاه کنیم، پس یه فیلتری اگر اینجوری انجام بدین، یواش یواش این اخبارای فیک کم میشه و تحت بمباران اطلاعاتی قرار نمیگیره. این داستان جامعه شناختیشه. حالا تو حوزه مالی اومدن از این استفاده کردن، آقا کل جامعه بورسی در مورد بورس چی فکر میکنه؟ اگه همه فکر میکنن آخرشه که دیگه تمومه، نه اگه فکر میکنن تازه شروع یه سیکل بزرگ از یه سیکل بزرگتر هست بر اساس امواج الیوت، پس میتونه رشد بکنه. خب خانم یک نفر اینجا منتظره که ما نمیتونیم ادامه بدیم. چرا نمیشه؟ میتونه بقیه مطالب برای جلسه آینده باشه. من هم احترام میذارم. تحلیل محتوا خیلی چیز باحالیه، میتونیم بذاریم برای جلسه بعد. خیلی دیگه کاری نداشتن نیم ساعته اینا جمع جور شه برای جلسه بعد. انواع فورک اینا هم که دیدیم قبلا دیگه، کلا بردارن فورکی، و بریم سراغ شاخص ها که اصل دل کارمون از جلسه بعد شروع میشه. من برای حسن ختام بگم، چون دوستمون گفتن که برگشت بمون برای جلسه، من قبلش هم نظر خواهی کردم، پس احترام میذاریم. یه نکته فقط بهتون بگم، جدیدن یه اتفاقی افتاده، میدونم چون همتون توی لایو، و ایشالله من خداحافظی کنم با شما، یه تعامی به قول این دوستان بخورم شما هم یه تعامی بخورید، ساعت دهانی میشه ایشالله. یه نکته بچه براتون بگم، ببینید ما یه سری سازمان داریم در سطح کشور که نسبت به حملات سایبری دارن سازمان‌های دولتی و غیر دولتی رو الرت میکنن، مثل ماهر، سازمان ماهر مربوط به پلیس فتای افتا، یه سری قوانین و چارچوب ها رو برای پیاده سازی مثلا این ISMS هست، احتمالاً تو شرکت ها دیدین دیگه، ISMS ما هم پیدا کنیم گواهی افتا میخوان دیگه، یا مثلا اگه بخواید پیمانکاری بخواید بگید گواهی افتاش الزامیه که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، کاشف که مربوط به بانک مرکزیه که این پیام ها رو میده. اینها جدیداً من یه ریپورتی دیدم که اومده اعلام شده که از روی SQL سرور میان تو کریپتویش، میخوام بهتون بگم شما چون همه تو شرکت دارین کار میکنین، همه تون هم پوزیشن های خوبی داری، میاد میگه که از طریق SQL سرور ورود میکنن به سرورهای شرکت،
یه اکانت دامی میسازن، یه اکانت مثل فول اکسس مثل ادمین میسازن با یه اسم دیگه، و سورس منابعی که شما از سروراتون اختصاص دادین برای کارهای حالا شرکتتون میان اختصاص یه نود بیت کوینی روش نصب میکنن، منابعتون رو میگیرن و شروع میکنن، چون تا بیای بفهمی یه ما گذشته، میان فوکوس میکنن توی انتقال این ظرفیت برای خودشون رو، بیت کوین استخراج میکنن، تقنم به یه آدرسی میزنن، دو تا چرخ میدن توی جایی که خودشون اوستای کارن، شما هم دیگه بعد از این همه فهمیدین چه جوری میتونن این کار رو انجام بدن، و بیت کوین رو با جیب شما و هزینه شما و کمترین هزینه چی میکنن. یه نکته مهمی ازتون خواهش میکنم، تو سازمانتون در نظر بگیرید، بچهای واحد امنیتتون رو حتما الرت کنید، اگر در پوزیشن هیئت مدیر و مدیر عامل هستین بخواین ازشون که پاسخ بدن چه اقداماتی انجام دادن. من بابت این به واسطه همین دوستی که حالا زحمت کشیدین اطلاعات رو در اختیار من هم قرار داد و از بچهای قوی تو حوزه امنیت اطلاعات هست توی مجموعه‌ای که در خدمتشون هستیم، گفتش که یه شرکتی به نام شرکت آشیانه، آشیانه دیگه، این شرکت یه تیم خیلی قدری داره توی این حوزه هک و اینجور چیزا دارن فعالیت میکنن، خب دامنه کارشون هم گسترده، من با این شرکت کار نکردم، تایید و ردش هم نمیکنم، لذا بهتون پیشنهاد میکنم که از واحداتون مجموعه زیر دستتون بخواین، زیر مجموعتون بخواین که حتما بهتون گزارش بدن، از یه مشاور استفاده کنین. الان اوضاع استخراج به شدت بالاه، مبادا بچه‌ها آقای مهندس یه سوال، اتریوم این بحث فردا قراره به تالار شیکاگو چند میلیونی داره میاد میره سر کار، عملا شده اونجا تاثیر مثبت داره رو قیمت یا منفی؟ چون یه بار این اتفاق برای شرکت به بیت افتاد و تاثیر منفی داشت خودش استفاده میکنه، در نظر داشته باشین. کنم این احتمال رو راجع به اتریوم میدید یا نه؟ بسیار آقای حاجی هم میفرمان که مشهور هستن، بسیار عالی. من فقط از بابت اینکه توی حوزه امنیت اطلاعات، خب من بیشتر سعی میکنم بچه‌هایی که وارد هستن اطلاعات بگیرم و توضیحاتی که برای من دادن خواستم براتون بازخوانی بکنم، پیشنهاد میکنم حتما اینو در نظر داشته باشین چون این موضوع خیلی مهمه. ممنون که تا ساعت 21 و 21 الان روی لپتاپ من همراه بودید، مطالب رو گوش کردین، امیدوارم به دردتون خورده باشه. خواهشم اینه که همین امشب وارد این حوزه بشین، آموزش‌های لازم رو ببینید. آیا یکی از دوستان، من دسترسی هم دادم، میکروفونتون بازه اگر نکته‌ای هست بفهم. بله 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 ببینید اتفاقی هم که البته برای این نوسان ها، یکی دلیلش اینه که تا بازار بیاد خودش ادابت کنه با شرایطه، یک نزولی داشت بیت، ولی رشدی هم که در سال 2018 داشت ببخشید من میکروفون شما رو باید ببندم که بازگشت صدا نداشته باشیم. رشدی هم که برای بیت کوین مصور هستن بعد از اتفاقی تو سی ام ای افتاد، تأثیر مثبتی گذاشت، باعث شد پول قابل توجهی بیاد رو حوزه قراردادهای آتی. اون دلتایی که بین قرارداد فیوچرز کانترکت هاست و کارنت پرایس باعث شد که این الان فکر میکنم رو اتر عدد دقیقش رو 3% بود 4% بود یه همچین چیزی، که این نشانه خوبی برای رشدشه. اما همین دیروز پریروز هم که اومد به 1700 یه حمله ای کرد، علت حالا پیش زمینه هایی که مقدماتی که برای این کار داره چیده میشه، اما در نظر داشته باشین یه رالی بزرگ و شما توی رالی رشد بزرگ یه جایی هستش که یه ذره میاد پایین دوباره رشد میکنه، شاید پیش بینی قیمت